سلام، اسم علیرضا مطلوب، 22 سالم و توی رشت زندگی میکنم. متولد تهرانم، بابام رشتی بود، مامانم شیرازی. هلوش نزدیک یه ساله که یوتیوب رو شروع کردم، ولی با توجه به مشکلاتی که این مدت داخل کشورمون به وجود اومد، الان 4 ماهه که دارم به صورت دقیق کار میکنم یوتیوب. اگه به تازگی من شناختی و دکمه سابسکرایب رو زدی، تبریک میگم، تو جزء ام اسکوادی. ولی اگه هنوز دکمه سابسکرایب اون پایین رو نزدی و میخوای جزء ام اسکواد بشی، باید دکمه سابسکرایب اون پایین رو بزنی. یه دونه قهوه است، قهوه از این آماده‌هاش می‌ریزی هم می‌زنی و یک تکه شکلات که اینو جزی از صبحونه عادی من نیست، مامانم نصف شکلاتی که داشت می‌خورد بهم داد. و اولین کاری که معمولاً انجام میدم اینه که مستقیم میرم سر تامنیل زدن. یعنی هر چی سوال از من پرسیده بودید اکثراً راجع به موجودی کارتم بود. واقعاً نمی‌دونم الان موجودی کارت من آیا اگر تو بدونیش اون حساب من خالی میشه و میره تو حساب تو؟ خب نه، معمولاً اولش ساعت 9-10 صبح از خواب بیدار میشم، کار خاصی انجام نمیدم، معمولا تامنیلامو خودم میزنم صبح، کارهای تامنیل معمولا. در مورد استوری که گذاشته بودم که مثلا بچه‌ها بیاین یه ویدیو از خودتون بگیرین و از من سوال بپرسید، اکثرتون فقط پی ام میدادید که من ببینید من پی ام میدم یا نه. آقا من پی ام میدم، من درگیریم یه چیز دیگه است، اون کارو بعد انجام بدید. یکی وایس فرستاده ببینم چی گفت. هیچ پشمام فکر نمی‌کنم مثلا جواب بدی. ببین اولین سوالی که من دارم اینه که چجوری با حامی آشنا شدی. من و حامی با هم دیگه خب 60,000 بار گفتم اینو، کلن از کلاس دوم ابتدایی با هم دیگه تو یه کلاس بودیم، ولی اون موقع مثلا من دوست خودم رو داشتم، اونم دوست خودش رو داشت. بعد سال سوم یا چهارم شد، دقیق یادم نیست، سال سوم یا چهارم ابتدایی بود که نمیدونم، سر فکر کنم بازی گرگم به هوا بود، رفیق من نیومده بود، دیدم بچه ها دارن گرگم به هوا بازی میکنم، گفتم آقا دیگه رفتم باشون بازی کردم و اینا، دیگه همینجوری ارتباط شکل گرفت، دیگه همینجوری با هم دیگه ارتباط برقرار کردیم. ولی فقط من و حامی نبودیم، فکر کنم یک یا دو نفر دیگه بودن که یکیشون آریا، اگه داریم ویدیو نگاه میکنه، آریا چاوشی، که آره دیگه همینجوری دیگه بعدش دیگه رفیق شدیم دیگه، تا الان هم هستیم با هم دیگه. چی ادامه داره؟ مثلا که بویسه ادامه داره. دومین سوال اینه که سر چی یوتیوب شروع کردی؟ مثلا چه علاقه‌ای داشتی یا هر چی؟ زمانی که همه دوستام کنسول داشتن، گیم داشتن، بازی میکردن، من کنسول نداشتم. PC‌م هم اونقدر خوب نبود که مثلا بتونم بازی‌های خفنی که مثلا تازه میاد رو روش بکنم. فکر کنم کلاس سوم چهارم بودم که کلاً خانواده ما یه دونه حالا دفتر پیشخوان دولت داشتن و اون موقع دسترسی به اینترنت واسه من مثل آب خوردم. بعد داخل کانال من و تو یه دونه فیلتر شکنم معرفی کرده بودن به نام سایفون. من اون فیلتر شکن رفتم نصب کردم و کلاً بازی‌هایی که دوست داشتم، مثلا میگم من خیلی GTA دوست داشتم، ولی موقع مثلا بس کلاس هفتمه، بازی که نمیتونستم بازی کنم و من همینجوری میمدم داخل گوگل سرچ میکردم اصلا چی شد که با یوتیوب آشنا شدم. این داخل گوگل سرچ میکردم، بعد خب طبیعتا تو قسمت ویدیوز که میری داخل یوتیوب میاد بالا دیگه. خب این شد که من از اون موقع از کلاس سوم چهارم کلا درگیر این بودم که آقا مثلا برم یوتیوب ویدیوهای گیم و هر چیزی که میخوام مثلا بشینم نگاه کنم. تازه اون موقع آشنا شده بودم. سال بعدی تمومی اینه که بدترین دعوایی که با همی کردی چی بوده؟ ببین من و همی راست شو بخواه اصلا کلا با همدیگه زیاد دعوا نمی کنیم، زیاد دعوا نمی کنیم. مثلا واسه این گفتم که شاید در کل ارتباط دوستیمون شاید یکی دو بار بوده که دعوا نبوده. مثلا میگه آ این کاری که تو کردی کوشش بود، یادم واقعا نمیاد که مثلا چی بود، یا اون به من میگه یا من به اون میگم، ولی کلا شاید خیلی بخواد باشه دو بار بوده. کاری به هم دیگه نداریم، خونه هم میزنیم فقط. بدترین خاطره زندگی تو بگی برام. داشتم و تنگم ویدیو تم میکنم دوتر بیاد. من تنها چیزی که میتونم بگم دیگه، واقعا یه چیزی که واسه هر شخصی میتونه ناخوشایند باشه، اینه که مثلا عزیزات رو از دست بدی دیگه. طبیعتا منم پدرم رو فکر کنم الان 4-5 سال دیگه هست که از دست دادم و فکر کنم سال 96-97 بود که عمرش رو داد به شما. بدترین خاطره زندگی من بوده، چیز دیگه ای نیست. که غذا میخورم، یکم دیگه باید غذا بخورم. ساعت چند دیگه؟ یکم دیگه باید غذا بخورم برم باشگاه. من پرسیده بود که میخوای مهاجرت کنی یا نه. ببین واقعا یکی از مسائلی که همیشه دارم بهش فکر میکنم همینه. یعنی من از موقعی که من به دنیا اومدم، پدر مادر من همیشه داشتم میکردم تو مخ من که تو باید بری، تو باید بری، تو باید بری، تو باید بری. ولی هر موقع دست گذاشتم به اون رفتنه، چه میدونم، میخواستم هر جایی برم، یه اتفاقی میافتاد نمیرفتم. چون که راستش رو بخوای کجا بهتر از ایران واقعا؟
کجا من میتونم مثلا داخل خیابون راه برم شما رو ببینم، یا مثلا واقعا یه لذت ها واسه همه ما یوتیوبرها یه لذته که مثلا ما تو خیابون میریم شماها رو میبینیم و شما مثلا میریم با اون صحبت میکنین، میریم با اون حرف میزنین، میگین آقا مثلا من ویدیوتو نگاه میکنم، آقا من عشق میکنم، هر کی عشق نکنه من عشق میکنم، صفا میکنم، دیوونه بازی در میارم، مامان من نهار درست میکنه، ولی امروز متاسفانه نمیدونم چی شد که این اتفاق افتاد. آقا مهم نیست، اگه بهت بگن فردا میمیری و میتونی یه آرزو داشته باشی اون چی بود؟ نمیدونم، یه روز زندگی خوب پولداری رو تجربه کنم، مثلا الان بهم پول رو بدن، نه الان بهم پول رو بدن نمیتونم هیچ گوی بخورم، وسط خونه نشستم فکر کنم مثلا الان 10 میلیون دلار بریزن تو کارتم و بگن که اوکی مثلا میتونی الان خرجش کنی، بابا من نمیتونم الان خرجش کنم، الان تا بخوام بلیت بگیرم برم فلان جا فکر کنم با شل کنم بمیرم. دوست داری با کدوم یوتیوبر ویدیو بدی؟ 100% با کوروش و ایمان و میا، یعنی 100% من تنها فکر کنم یوتیوبرایی که واقعا قلبی دوستشون دارم و دنبالشون میکنم تک تک ویدیوهاشون رو کوروش و میا و ایمانن. کارمو کردم، نارم زدم، یارم با کم کم آماده بشم برم باشگاه و اسمم سیمبا اگه نمیدونید. خب الان هم راستی ساعت 3 اگه میخواید بدونید ساعت چنده، ساعت 3 من دیگه کارهای غذا و این چیزا رو انجام میدم بعدش میرم مستقیم باشگاه. چند وقت طول کشید که به درآمد یوتیوب برسم؟ بچه‌ها این قضیه رو من قبلا گفتم بازم میگم، اول که قضیه من فرق میکرد، من کلا همون موقعی که رفیقم حامی شروع به یوتیوب کرد من کلا از همون اول یوتیوبش باش بودم، خلاص خیلی از همون طریق منو شناختن و واسه همین یه جورایی میشه گفت به درآمد رسیدن من توی یوتیوب یه جورایی آسون بود و از غذا من دو بار مانیتایز شدم، دو بار درآمد یوتیوب به هم تعلق گرفت، نمیدونم یه همچین چیزی یوتیوب پارتنر شدن اینجوریه که شما مثلا باید یک تایمی رو بگذرونی یه سری کارا رو باید انجام بدی بعدن درآمد یوتیوب بهت میرسه. دفعه اولی که مانیتایز شدم فکر کنم هولوش 25 روز طول کشید و واقعا این تایم کمیه بچه ها، بعضی ها ممکنه اصلا یه سال کار کنم مانیتایز هم نشم، اما واقعا خدا رو شکر میکنم که حالا به هر دلیلی این راه واسه من آسون بود. دفعه بعدی که من مانیتایز شدم فکر کنم هولوش 1 ماه طول کشید که بازم این هم تایم کمیه. این خیلیاتون هم در مورد این سوال پرسیدید که آقا مثلا چقدر درآمد ماهیانت و فلان و این چیزا. ببین درآمد ماهیانه من نمیتونم بگم زیاده، نمیتونم بگم کمه، چون که خودتون میدونی یوتیوبر تازه کارم همچنان کار خاصی نکرد، و اگه بخوام حدودی بهتون بگم، به طور میانگین بخوام بهتون بگم ماهانه الان فکر کنم روی رنج 200 دلار باشه اگه اشتباه نکنم، حالا دیگه برگردونید ببینید چند میشه دیگه. خیلیاتون هم درگیر قد دید، میخواد بدونید قد من چند. قد منو چیکار داری بابا، منو بچسب، خودمو بچسب. یه بار قد کردم شد 180، یه بارم قد کردم شد 179. خودم میگم 180 چون که دیگه پسرم دیگه روند میکنیم به سمت بالا نمیاریم پایین که. من برام آماده شم برای اینکه وسایلمو جمع کنم برم باشگاه. من حاجی کلا خیلی وقت بود باشگاه نرفته بودم، یعنی یه مدت از زندگی فکر کنم بعد 4-5 ماه نه بعد 3-4 ماه بود که من الان باشگاه رو دوباره شروع کردم، چون که یکم یوتیوب داشت دهنه من رو سرویس میکرد، یکم سرم شلوغ شده بود نمیتونستم برم باشگاه. باشگاه رو ثبت نام کردم، 3 جلسه در هفته میرم، شنبه دوشنبه چهارشنبه همین ساعت ها سه اینورا، خدا رو شکر راضی ام بد نمیگذره. و یکی از دلایلی هم که راستشو بخوای من باشگاه رو شروع کردم، من کلا بلاگرها رو نگاه نمیکنم، اصلا برام جذابیتی نداره که بخوام زندگی یک بلاگر رو نگاه کنم، یعنی همین الان که شما منو دارین نگاه میکنید من پشمام ریخته، آخه چرا باید یکی بیاد اصلا منو نگاه کنه، اصلا چه دلیلی داره؟ من کیم مثلا؟ ولی یکی هست، نمیدونم فکر کنم اکثرا دیدین، یه آیسان مازندرانی هست که واقعا از زندگیش که فیلم میذاره تقریبا میشه گفت اینفلوئنسر بلاگره دیگه. من واقعا لذت میبرم، یعنی واقعا حال میکنم با زندگی این فرد. 6 صبح بیدار میشه، باشگاهشو میره تا ساعت 12 ظهر دیگه هیچ کاری نداره انجام بده. من راستش بخوای کونم نمیشه 6 صبح بیدار شم، من 9 بیدار میشم، خودش خیلیه. یه جورایی دارم اینو انجام میدم، این کارو دارم انجام میدم، یه جورایی دارم به خیلی از سوالای خیلیاتون جواب میدم، شاید اصلا این سوالا رو یادتون نبود از من بپرسید، نمیدونم. گفتم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنم شاید چیزی کری از آب در اومد. خب دیگه شورت و سوتی هم جمع کردم دارم میرم به سمت باشگاه، قرار بود هادی بیناموس بیاد دنبالم ولی خب هادی کونگوشادیش گرفت و کلا نخواست بیاد باشگاه، واسه من اسنپ دارم میگیرم برم باشگاه. فاصله باشگاه اون تا خونم زیاد نیست، کلا نهایتا 5 دقیقه باشه، و برای کسایی که میخوان باشگاه رو شروع کنم پیشنهاد من به شما اینه که نزدیکترین باشگاه به خونتون انتخاب کنید بچه‌ها. و اینم از هادی روشنی از جیم بروی من. آقا خیلی مختصرم، خوش اومدی به این باشگاه. آقای هادی روشنی از استانبول تشریف.
سلام. تو کی هستی؟ تو هیچ وقت ویدیو من نبودی، هاجی بیا تو ویدیو هم یکم. سلام، چه خبر؟ خوبی؟ خوبی؟ من برای یک روز با منو بگیرم به بچه ها دارم میگم که یک روز در زندگیم چیکار میکنم. یک روز برزانتالی؟ آره آره. ما چون لاغرمردنیم نیاز به حوازی نداریم بچه. من حوازی چون با هم شروع کردیم باید ورزش ها رو کلن این هفته با هم بزنیم. آقای داشت تو سوالی نداری؟ یه ساعت و نیم تمرین کردم، ساعت الان 5، منتظرم پادی هم بیاد پایین. بریم خونه دوشی بگیریم، یه دونه غذایی بخوریم، بعد از اون ور دیگه گوی می‌خوریم. من نمی‌دونم. سوال پرسیده بودید آقا، رفته بودی سوشی خورده بودی، فیلمشو گذاشتی بودی واسه ما، اون آدرسشو میای به ما بگی. آها، اصلا ایران هم نیست بچه‌ها، ترکیه است. اگه می‌خواید سوشی بخورید بعد برید چه می‌دونم تهران، اوپال من دیدم سوشی داره، ولی نخورید برادر من، نخورید اون قرمه سبزی مگه چشه؟ من برم خونه و دیگه خیلی هم کس نیم. سلام درد. تمرین که کردیم یه حمام رفتیم، یه سه تا تخم مرغ، دو تا نون جو، میخواد ببینی بذار. سه تا تخم مرغ دیدم با این پوست کندم، دو تا نون جو، یه سری مخلفات و آب کس خیار و میشه. شما مثل رفیقای منید. من یه مدت خیلی طولانی دوچار یه سری مشکلات روانی شده بودم که آخر ویدیو دلیلشو بهتون میگم، و یکم کلان همه چی بار همه چی روی دوشم سنگینی میکرد. واسه همین باشگاه رو شروع کردم، واسه همین اصلا این ویدیو رو گرفتم واسه تون، واسه همین دوست دارم که خودم رو با کسایی که منو نگاه میکنن هر روز، یه جوری میشه گفت شما واقعا کسایی هستید که دارید منو میکشونید بالا، و من میخوام میدونی این ارتباط رو بین خودمون بیشتر کنم. یه سری قسمت رو واسه تون نذاشتم، من قضاها رو که زدم رفتم تو گوشی، یه دو اکسپلور رو یه چورت هشتی یهو دیدم که این اومد. بچه حالی روشنی از افرادی هستن که قرار بیشتر میکنم کام دیدین آردی. بعد یکم دیگه باید برم پیش حامی یه ویدیو قرار بگیریم که ویدیو اونه، ویدیو من نیست، ویدیو من همینه که الان داری ببینیم. گفتم توی مدت چند تا سوالی چیزی اگه بود جواب بدم ببینیم چجوریه دوستان. ها نظر چیه؟ کنم نصف ویدیوها چیز کردم. مطلی چطوری؟ مطلی یه سوال ازت دارم، مشتی برش PS4 نمیخری؟ بخر حتما بخر، بگو واقعا به کارت میاد، بجین بازی ها آنلاین بزنیم. من PC دارم. مطلی چطوری؟ من PC دارم بچه، واقعا نه پول PS5 رو دارم نه اینکه نیازی به PS5 دارم. من همین الانش یه دونه کنسول تو خونه دارم افتاده، اصلا استفاده هم نمی کنم. هر بازی هم بیاد روی PS5 میتونم روی PC بازیش کنم، چه کاری دارم PS5 بخرم؟ از کی پیج اینستاگرام یا یوتیوب رو زدی؟ گفتم آقا یوتیوب رو یه ساله، اینستاگرام رو الان فکر کنم از 2016 زدم، ولی خب قبلا هم پیج دارم. الگوت برای یوتیوب چی بود؟ 100% KSI و لوگان، یعنی 100. من کارهایی که اینا میکردن میدیدم دوست داشتم منم یوتیوبر باشم و همین کارا رو انجام بدم، همین یه موتیویشن شد واسه من. اصل چیه؟ اصل چیه؟ پنگ داره با یه دونه تیر، از بین رفیقات کدومش رو میکشی؟ و چرا؟ هادی تو هم حساب میکنم دیگه. ببین من یه دونه حامی دارم، یه دونه محمد دارم، یه دونه امیر دارم، یه دونه هادی، کدومتون رو بزنم هادی؟ دلیل؟ ببین باید یکی رو بزنی که بعدش چیز نشی، بعدش به نظر من بگو نری. خب به نظر من اندین بیکاسو کارشو باید پیدا کنی. من امیر رو میکشم آجی. سلام آقا چطوری؟ اینا یه بگرده آجی، بگردش من آجی پشت من بگردش مایم درست. و اینکه سوالای من این بودش که رشته‌ای که توی دبیرستان میخونی چی بوده، و اگه دانشگاه رفتی یا دانشگاه میری چه رشته‌ای رو میخونی، و اینکه در کنار یوتیوب دوست داری به چه شغلی یا به چه کاری ادامه. هم سوالی پرسیدید آقای، این از سوال سودمند. اولا که رشتم تجربی بود، دوما که من دانشگاه رو ثبت نام کردم ولی اصلا شرکت نمی کنم، بچه من معافیت دارم و نیاز به دانشگاه رفتن ندارم، و راستش رو بخواین هدفم اینه که برم خارج از کشور درس بخونم به جای اینکه ایران درس بخونم، چون واقعا دوست ندارم دانشگاه آزاد درس بخونم. تو این به کسایی که دانشگاه آزاد درس میکنن نشو، ولی من میدونی علاقه ندارم به این کار، متوجهی؟ من نمیدونم، ولی به یه سری دلایلی شخصی دوست ندارم و دوست دارم جز یوتیوب طراح ماشین باشم. چه کسی رو بیشتر تو کل زندگیت خیلی دوست داری به غیر پدر و مادر؟ خالم، بعد اون دو تا خالم، واقعا جدی میگم. گنگ لباس تو دوست دارم، نکردم سوالی که میخواستم ازت بپرسم این که با رفقایی که الان دوستی باشون، مثلا مثل حامی و دوستای دیگه، اگه با اونو الان دوست نبودی، اگه برمیگشتی به قبل دوستیتون بازم باشون دوست میشدی یا نه؟ اگه دوست نمیشدی مثلا با چه جور شخصی دوست
آره. ببین اولا که دوست میشدم چرا دوست نشم، بعدش هم که هر روی داخل زندگی واسه تعیین میشه تو نباید بگی که مثلا اون راه بده، چه میدونم یه راه دیگر انتخاب کنی. تو از هر کدوم از راه هایی که داخل زندگی میری یه درس و سر همون درس هست که بزرگ میشه. الان ساعت 9 بچه ها اگه میخواییم بدونیم ما شبا کجا میریم، باید بهتون بگم که ما همیشه پراکنده ایم. یعنی الان رسما اومدیم لای جان یوهوی و این رستوران خیلی باحالیه، ولی قبلا هم اومده بودیم. خیلی خفن، خیلی خفن. بذار اینجا فیلم بگیرم. نه عجب جایی. نه چون اینجا ایران هم آره ایران خود اون آقا چه این هم که وسط اله ایم انگار آقا هم که اومد لبدری ها این هم که هادیه میشنسیمش نهوری. دو دقیقه آهنگ قد شد گفتم این فیلم بگیرم بهتون بگم ما اینجا ایم. پاستا سفارش داریم منتظرم بیاد واسه شما. خواهی اینجا یکم اگه اومدی پول همراه خودتون بیاری چون ممکنه جیباتون رو بزن. حتی یکم قیمت غذا خوب بود، خوب بود، خوب بود، عالی بود، نه بد بود. خوب چی؟ اون چیکنه مال ما بیفه. ما بریم اینو بکنیم بخوریم بعد بهتون زنگ میزنم. کف غذا هم وسط اون فیلم گرفتم بچه همه تو دهن من رفته گوش نمون بود. آره دیگه واسه نداشتم وسط اون حرف بزنم باشه. بچه همه پاره کردم خلاصه. ساعت همه تقریبا 12 شب من تازه رسیدم خونه. میخواستم بیرون که بودم سوالاتون رو جواب بدم ولی هم وقت نشدم این که کلن مهم نیست دیگه. بعدش معمولا آخر شب مثلا قبل خواب میشینم یکم آیسی خواب نگاه میکنم باشه بخواهیم جدیدن. الان هم دیدم که مستریس ویدیو گذاشته 400 پیش، احتمالا اون رو نگاه کنم بعدش هم بگیرم بخواب. ولی ویدیو رو واسه تو سوال آخر تموم میکنم. دوست داری فنات رفیق ثابتت باشن، رفیق فاقت باشن؟ خب هستین دیگه. یعنی من هر کاری که دارم میکنم دارم واسه شما میگیرم که شما لذت ببری و این کاریه که کلن میکنم. یعنی من واسه دوستام هم همینم، یعنی سعی میکنم که همیشه دوستام خوشحال کنم. تا هم دوست منی زیاد فرقی نمیکنه. میگه چرا با فنات ویدیو نمیگیری؟ خب همینم هم یه جور با شما ویدیو گرفتن دیگه. ببین مثلا الان من گفتم ویدیوهاتون رو بفرستین. سوال آخری که ازم پرسیده بودید نوشته بودید که چرا عکساتو با دوست دخترت پاک کردی؟ خب کات کردیم طبیعت. اگه بخواید دلیلش هم بدونید، چون گفتم شما رفیقای صمیمی منید، دلیل اصلیش واسه شو بخواین این عوض شدن آدم ها بود دیگه. دوتا ما به این نتیجه رسیدیم که بهتره از هم دیگه دور باشیم اینجوری خوشحال تریم. به همین سادگی. بس دیگه از این سوالا نپرسید. من میخوام برم بخوابم دیگه. بس دیگه. ببین من این سوالا رو میگم بپرسید به خاطر این نیست که مثلا بگم وای الان من خیلی آدم خیلی خفنی ام مثلا چند نفر از من سوال داشته باشن. نه آقا اینجوری نیست، ولی واقعا مثلا بعضی وقتا سوال پیش میاد دیگه. مثلا من مثال میزنم آیسان اسلامی چه میدونم کسی که من الان هر شب دارم نگاش میکنم، مثلا من سوال دارم که چه میدونم طرف آقا شغلی کسی رو که کار نواد داشته باشم ولی یا فقط هر سوالی که تو ذهنم شغلش. ولی خب کلا مثلا از یارو یه سوالی داشته باشم دوست دارم مثلا یک جایی باشه که بتونه مثلا به سوالم جواب بده. میفهمی چی میگم؟ من خب این دامبولی دستکا و یوتیوب و فلان این چیزا رو دارم. گفتم آقا اگه منو دوست داری ویدیوهای من نگاه میکنی با من حال میکنی یه جایی داشته باشیم سوالا رو بپرسیم. ولی فردا اینجوری تکرار نمیشه راستش بخوام. من همیشه سعی میکنم روزام با هم دیگه متفاوت باشه. مثلا فردا میخوام 24 ساعت برم داخل فرودگاه.